بیا هم شراغ لاست دوستانو و میروانی ولی جا جاله امی دمی جریان وقفه که میشه مردم دمی فکر است که امی نتاقا در جریان وقفه چی میگن باور کنم این سوال در ذهن کلگی هست این هر کس هم که مار در بیرون میبینه خیبر بله من میگم که چی میکنن آرایش خود چک میکنن سرخی سفیده خود چک میکنن میبینن که لپسیلینم خراب نشده باشه الا دیگه یک آینه که کس میکشه آجل لق لق سل میکنینم تو کارا تشکر خیلی بازم سعی میکنه الان مقبول شده مقبول هستی دیگه بس واقعا که اما در جریان یکان دفعه مثلا هم یه همکارایی که در پر سنه امرای ما همکار است مثلا میای یک چای تازه میکنه یا میای یک قاب میورداره یک چیز اضافه میکنه امید دم دقیقه آخر میگه لایف بدو که نمیدوی برای 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 این نگه پا زیاد است و یک چیز من فکر میکنم یکی از خاطرات جالب یکی از برنامه ما بود که یک قسمت مچم چی شده بود برنامه یک کمک استودیو کمک پاک نبود یک همکار ما کنمو که اونجا را باید پاک میکرد و چی میگن ام برس پیشش بود که برس میکرد که لایف شده گفتم لایف شده عادی است خیبر که یا یکم آدم عادی باشه روی مسئله عادی باشه دقیقا این مسئله عادی باشه اما محدودیت ها را کم کنن یک خورد لپسیلین امرای یک پاو میکاپ کته قدر سرخی سفیده افتاد میک شد از او خانمات تشکر خلق شد سلامت باشی ازم صفت دیاب که در روان است دیگه یه چیز بر خیبر ما نمیگم تشکر این از علم دیده دیگه مورا اینتو تعریف میکنن خب ما رو بدونیم کپ رو میبین صبح زود میایم دیگه دو صبح کی کس نمیبینه میریم زلمان جان به طرف بخش دوم گزارش که میلی جان تهیه کرده بود خانه یکی از وکیل صاحبا وکیل صاحب نورزی وکیل ولایت نیمروز هست میریم میبینیم که چی صحبت های ایدانه را هم در کنارشان داشته پس خوب است که بریم صحبت هایش را بیشتر بشنویم ای که وکیل صاحبا یا سیاست مدارای ما در ایدها چگونه رسم دارند مهماندار هستن بله. میزبان هستن یا میرن خودشان به چکر پس میریم قسمت دوم را میبینیم واقعا جای خوشی است که وکیل صاحب معاشش را به اختیار مستحقین قرار میده و سعی میکنه که به نحوه از همین طریق هم خدمتشان به مردم برسه از طریق معاششان ما آگهی داریم قبلانا مصاحبای وکیل صاحب دیده بودیم که همین مسئله را گفته بودن که بیشترین خدمتشان به مردم نیمروز میرسه و همچنان تا جایی که من معلومات داشتم در این ماه مبارک رمضان که گذشت حتی در مردم خود مرکز کابل هم کمک های وکیل صاحب رسیده بودن دوستان خوب وکیل صاحب هر ولایت افغانستان ما و شما به نحو به شکل خاص امی اید را تجلیل میکنن و اما از وکیل صاحب میپرسیم که در ولایت نیمروز با چه رسم و رواج ها و انعنات اید شما تجلیل میکنه مردم شما در اونجا خب جواب سوال شما را درست برسانم برستی هم هر مردم افغانستان هر قوم و ملیت افغانستان یک فرهنگ خاص دارد که برای من همگی قابل قدر است و همگی فرهنگوار و همگی رسم و رواج سرزمین خود جغرافی افغانستان دوست دارم اگر در شمال افغانستان است اگر در جنوب افغانستان اگر در شرق یا در غرب یا در مرکز افغانستان ولی یادم می از دورانی که ما خود بودیم اید یک ذوق شوق خاصی داشت چقدر انتظار میکشیدیم که اید شود لباس نوجور میکردیم آمادگی میگرفتیم کلچه خانگی پخته میشد در خانه خانوما آمادگی میگرفتن تخم مرغ جوش میدادن و روزای میله بودن میرفتن در یک محل در ولایت نیمروز مثلا در یک منطقه یک زیارت بود کل مردم بیشتر خانوما جمع میشدن در اونجا دو روز باقی روز اولیت خود روز طبعا روز که نماز اید برگزار میشه و دید و بازدید است باز روزای دو و سه خانم ها میرفتن بیرون از شهر در منطقه بنام زیارت بود زیارت سلطان ویس و اونجا مردم جمع میشدن اما با یک رسم رواج خاصه با یک شور و شوق خاصه امی روزای اید تجلیل میکرد وکیل صاحب میشه بگوین که شما در روزهای اید معمولا خانه دوستایتان میرین قوم خیش میرین نمیرین یا فقط در خانه میباشین و میزبانی میکنین
بدون شک کسایی که حق دارن مصیبت‌تر هستند از ما، مسن‌تر هستند از ما، یا مریض هستند یا عزیز خود از دست دادن در این فاصله بین دوی، این یک رسم است و حق از اونا هست که ما بریم با عیادت از اونا و دیدن از اونا، اما به خاطر عید مبارکی، نه به خاطر عرض تسلیت یا فاتحه، چون دل از اونا خورد است، ما باید بریم به عید اول در کنار از اونا باشیم، روز اول عید، بعد از اینکه نماز عید برگزار میشه با خانواده و دوستا و اعضای نزدیک خانواده، یک اول پرسی مبارکی میشه، قدم بعدی دیدن کسایی است که مثلا اونا عزیزان خود است استادن، یا از لحاظ سنی از ما کرده در سن بالاتر هستن، یا مریض هستن، یا خانه نشین هستن، میرم اونجا باید همسایه و قوم خویش و کسایی که حقدار است باید بریم، کمتر فرصت پیدا میکنم که برم به دیدن دوستان، ولی بازم از این فرصت استفاده کرده از طریق سکرین تلویزیون خوب یک برای تمام دوستان، برای تمام مردم، برای تمام مردم افغانستان، به هر قوم و ملیت و زبانی که تعلق داره، برای هر سمت و سویی که تعلق دارین، به همه شما احترام تقدیم، عید شما مبارک، انشاءالله که آتش بست موقت منجر به آتش بست دائمی در کشور عزیز ما افغانستان شود و انشاءالله که عید بعدی را در فضای کاملاً امن‌تر از عید برگزار کنند و هر روز ما به مساوی پر از خوشی و سرور باشه با آمدن صلح و امنیت در کشور عزیز ما افغانستان. سلامت باشید. تشکر شما همچنان وکیل صاحب از اینکه در این روز عید وقتتون را در اختیار ما قرار دادین و ما خیلی خوشحال شدیم از اینکه آمدیم ببینیم یک عید مبارکی گفتیم با شما داشته باشیم. تشکر. و همچنان همراه با هموطنان عزیز ما. سلامت باشیم. بازم از شما تشکری و قدردانی میکنم از کارمندان بخش تکنیکی شما. سلامت. و در مجموع از پرسنل تلویزیون یک که برای ما فرصت دادن و قدم رنجه فرمودین، آمدین، احوال ما را گرفتین، شما سلامت. شکر و سپاسگزار هستم. شما سلامت باشید. و این بود گزارش امروزی ما که ما آمدیم خانه وکیل صاحب گل احمد نورزاد، نماینده مردم نمروز. و همچنان عزیزان همکارای ما را در استیدیو فراموش نکنین، همراهیشان کنین و خوش خدا حافظ. خوش برگشتین عزیزا، امیدوار هستم که همه تا که میلی جان رفته بود به مهمانی، شما هم امروز با مناسبت روز دوم عید مهمانی هایتان خوش بگذره. و زلما جان واقعا باید تشکری کنیم که این سه روز آتش بس هست و خیلی ها با ما فکر و خیال آرام هر طرف چکر خودم میزنن. دقیقاً. ولی دعا کنیم دایمی شود. دایمی شود. اینه میگه به مام میگفتم که خدا کنه که دایمی شود، که دایم ما هم تو به تمام ولایت که بریم چکر و ایت ضرورت نشه خارج بریم به چکر. اینه خوش دارم بهترین ولایت ماست افغانستان، تو ولایتونه دیر شایسته او زن تفکلاغانی لری، نو چیر تا امنیت راشی دایمی سوله و شیور بندوشی، نو لخیر اول زما در کرزی سیم خبر بدخشان تا زما بدخشان خوش داره، بدخشان خوش داره، آرمان دارم که اونجا برم بخیر شا.